سلام همه دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه من میلادم از کانال یوتیوب رابین وب توی این قسمت میخوایم در مورد تابع گیرید توی کتابخونه کینتر صحبت کنیم که با استفاده از تابع گیرید میتونیم المان های صفحه رو در جایگاه مشخص توی صفحه قرار بدیم من این فایل ها رو کپی میکنم یک فایل جدید دیگه ایجاد میکنم اسمش رو میذارم دو خب ما یک لیبلی داشتیم درسته اومدیم یک لیبلی رو ساختیم و با استفاده از متد پک اومدیم اون رو قرار دادیم توی صفحه تاپ به این صورت برای اینکه بتونیم با متد گیری توی کتابخونه کینتر آشناشی من یک شکلی رو آوردم اینجا یک صفحه رو می‌بینیم که این پنجره ما هست و اینجا شامل یک سری ستون و ردیفیه برای مثال ردیف یا روی صفر به این صورت ردیف دو، سه، چار، پنج و همینجور آخر اگر که ردیف های زیاد تری داشته باشیم اینجا شمارش به این صورت از صفر شروع میشه تا هر چقدر که ردیف هامون در واقع ادام پیدا کنه و اینجا هم ستون ها ستون صفر یک حالا اگر ستون دو سه ست داشته باشیم اینجا هم به این صورت ستون هامون رو اضافه میکنیم زمانی که داریم از گرید استفاده میکنیم دیگه نیاز نداریم که ما بیایم و المان های رو پک کنیم پس من این پک رو برمیدارم میخوام بیایم یک لیبل دیگه ایجاد کنم مای لیبل اسمش میذارم مای لیبل دو اینم یک لیبلیه که میخوام توی پنجره تاپ باشه به با این صورت ای تکستی هم برایش در نظر میگیرم مثلا مای. name is میلاد خادم به این صورت اگر اینا رو پک کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته من دو رو ران میکنم به این صورت ببینید که پشت سر هم قرار گرفته خب من یه از گیرید استفاده میکنم میام میگم دات گیرید گرید رو که بزنم میتونم رو و کالم رو براش در نظر بگیرم رو رو میذارم صفر میخوام دقیقا این رو باشه و ردیف و ستون صفر میام رو رو میذارم صفر به این صورت و کالم رو هم میذارم صفر باید کاما بذاریم به این اگه من این فایل رو اجرا کنم اینجا چه ارائه ای داده میگه شما دارین از گیرد استفاده میکنین و زمانی که دارین از گیرد استفاده میکنین دیگه نمیتونین از پک استفاده کنین پس من این پک رو برمیدارم خب الان میبینیم که این لیبل من در واقع توی ردیف و ستون صفر قرار گرفته برای این لیبر دو هم میتونیم بیایم گرید رو در نظر بگیریم بیایم بگم توی رو مثلا یک باشه و توی کالم چند توی کالم مثلا صفر یعنی اینجا اینجا لیبل اول هم اینجا لیبل هم لیبل دوم توی ردیف یک کالم صفر سیف کنم این جفتشون اینجا پشت سر هم قرار گرفتن اگر من این رو بگم که کالم صفر ببخشید ردیف صفر کالم یک ببینید که جایگاهشون تغییر کرد اگر این رو بذارم کالم مثلا دو چون که بینشون چیزی نیست در واقع اون فاصله رو نمیبینیم ولی در واقع الان یک کالم دو کالم سه کالم یعنی لیبل دو من توی کالم سوم قرار گرفته برای اینکه مطلب رو خوب بفهمیم من اینجا یک لیبل سه ایجاد میکنم اینجا مثلا میذارم میلاد و اینجا کالمش رو میذارم دو اینجا میذارم یک ببینیم چه اتفاقی میفته ببینید که میلاد اومده اینجا اگر من این رو بخوام استرینگ خالی قرار بدم به این صورت الان مشخص شد پس لیبل اول من ردیف صفر کالم صفر لیبل دوم دو من که یک استرینگ خالی بود باز ردیف صفر کالم یک و میلاد لیبل بعدی من ردیف صفر کالم دو و اینجا میتونیم تغییر بدیم مثلا میگم این کالم دو باشه باز اینجا میتونیم تغییر بدیم میگیم این لیبل سه ردیف یک باشه یعنی اینجا رو یک و مثلا کالم حالا صفر یا یک داریم کالم صفر پس روی یک کالم صفر دقیقا میاد و زیر اون لیبل ما قرار میگیره این رو هم اگر که یک سری نقطه بذاریم باز مشخص میشه که پس به این صورت فرانسیم با گیرید المان های سفر رو توی جایگاه مشخص خودشون قرار بدیم توی قسمت بعدی یاد میگیریم که چجوری میشه با استفاده از کتابخونه یک کینته بیایم و یک دکمه رو توی صفحمون قرار بدیم